سلام و درودی بی پایان دارم حضور بینندگان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی. علی صداقتی هستم، بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما عزیزانم. در این برنامه در خدمت آقای آریان هستیم. خواهش میکنم، واسه افتخار بنده است. وکیل رجیستر شده استرالیا و نیوزیلند، تا به سوالات شما در مورد ویزای توریستی پاسخ گوییم. بعد از برنامه‌ای که در مورد ویزای توریستی در خدمت شما عزیزان بودیم، تعدادی زیادی سوال در مورد ویزای توریستی مطرح شد که در این برنامه به تعدادی از اونها میپردازیم. در خدمت آقای آریان هستیم تا سلامی داشته باشن خدمت بینندگان عزیز. خواهش میکنم. درود، دامون آریان هستم. خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم و امیدوارم که اطلاعاتی که در این برنامه در اختیار شما قرار داده میشه مفید فایده باشه. متشکرم. اولین سوالمون را از خانم مرجان از شهر زیبای پرت شروع میکنیم که ایمیل زدن و سوالی را فرمودن. بله. ایشون برای برادرشون از طریق فامیلی اسپانسر درخواست ویزا کردن، اما متاسفانه رد شده پروندهشون. بله. سوال پرسیدن آیا راهی وجود داره که بتونن این ویزا را دوباره اقدام بکنن؟ درست. خب از طریق فامیلی اسپانسر برای برادرشون درخواست ویزای توریستی کردن رد شده. ببینید، من الان دقیقا نمیدونم به چه دلیل پرونده ایشون رد شده، اما همونطور که تو برنامه قبل هم خدمتون عرض کردم، معمولا پرونده های متقاضیان ایرانی به دلیل عدم وجود ادله کافی برای آفیسر اداره مهاجرت در زمینه برگشت ایشون به کشور مبدا رد میشه، که ممکنه در مورد ایشون هم همینطور بوده باشه. توی نامه‌ای که این refusal letter اصطلاحا بهش میگن، توی نامه‌ای که رد شدن بهشون اطلاع داده شده، احتمالاً آفیسر یه سری توضیحات داده. اولین پیشنهادی که من دارم اینه که سعی کنن در صورت امکان این مواردی که از طرف آفیسر به عنوان دلایل رد شدن اعلام شده رو رفع بکنن و دوباره پرونده رو بذارن. ببینید، مثلا خیلی پیش میاد که میگن که travel history خوبی نداره فرد. نمیدونم، اگر امکانش باشه سفر اروپایی داشته باشن، سفر کانادا، آمریکا داشته باشن، حداقل این travel historyشون رو بهتر بکنن. ممکنه ذکر شده باشه که ایشون خانواده درجه اول، فامیل درجه اول توی ایران ندارن یا کم دارن، یا مثلا مجردن، حالا نمیدونم، امکانش دارن ازدواج بکنن به خاطر گرفتن ویزا و بعد همسرشون بمونه ایران یا نه. ولی به هر حال به طریقی این مشکلی که از طرف آفیسر اعلام شده رو رفع بکنن و قبل از اینکه برن سراغ حالا شکایت کردن و یا اپیل کردن، معمولا بهتره که این کار رو انجام بدن، چون اداره مهاجرت دوست نداره که پرونده هایی که رد میکنه به جاهای دیگه کشیده بشه. اگر بتونن ایرادات رو رفع بکنن شاید کمک بکنه. راه حل دیگه ای که ایشون خواهند داشت اینه که به AAT Administrative Appeals Tribunal شکایت بکنن و درخواست بررسی مجدد پرونده شون رو بدن. جناب آریان، ممکنه در مورد این سازمان AAT بیشتر توضیح بدین؟ سازمان AAT سازمانی هستش که به شکایات و درخواست‌های رسیدگی مجددی که از سازمان‌های عموماً دولتی انجام میشه در داخل استرالیا رسیدگی میکنه و خب یک نظارت عالیه داره به تصمیماتی که سازمان‌های دولتی میگیرن، از جمله اداره مهاجرت. خب قبلاً تا جولای امسال سازمان دیگه‌ای بود زیر مجموعه خود اداره مهاجرت به اسم MRT که اون ترایبیونالی بود که اپیل هایی که روی پرونده های اداره مهاجرت بود و قبول میکرد، ولی از جولای امسال همه میاد زیر مجموعه AAT. اقدام کردن برای AAT هم اگر بخوام خدمتتون بگم، میتونن تشریف ببرن توی سایتش، حالا لینک هاش رو میذاریم توی برنامه احتمالاً. بله، آنلاین میتونن درخواست بدن، یه سری فرم هست ارسال بکنن. هزینه‌اش عموماً $861 فکر میکنم و اگر که حالا ایشون نمیدونم پنشن میگیرن و یا از خدمات سنترلینک استفاده میکنن، به هر دلیلی میتونن درخواست تخفیف هم بدن. البته اگر پروندهشون رو
ببرن توی این ترایبیونال و نظر اداره مهاجرت برگرده، ایشون میتونن مقدار خیلی زیادی از این پول بهشون برگرده و هزینه هاشون خیلی پایین خواهد بود. نکته دیگه که در مورد این AAT من میتونم خدمتون عرض کنم اینه که متاسفانه به خاطر لود کاری این سازمان رو پرونده های مهاجرتی ممکنه حتی تا یک سال و یا کمی بیشتر هم متاسفانه طول بکشه رسیده پرونده شون در این سازمان. و بله، به خاطر همین عرض کردم اگر میتونن شرایط رو جوری مهیا بکنن که بتونن مستقیما با اپلای مجدد این ویزا رو بگیرن از خود اداره مهاجرت تا اینکه یک سال منتظر باشن. توی خود AAT هم خوبش اینه که شانس بهشون داده میشه که حالا چه با خود متقاضی در داخل ایران تلفنی صحبت بشه، چه اینجا با خود ایشون خانم مرجان از پرت بودن تقیم کنن و با خود خانم مرجان صحبت بشه، دلایلشون رو به اعضای ترایبینال اعلام بکنن، شاید بتونن تأثیر بذارن و حالا اگر که سابمیشن خوبی بنویسن، لایحه خوبی ارائه بکنن، شانسشون رو بالا ببرن که احتمالاً تصمیم اداره مهاجرت رد بشه در ریفیوز کردن این ویزا. این راههایی که من میتونم خدمت ایشون. بسیار خوب، ممنونم از پاسختون. امیدوارم دوست عزیزمون از پرت جواب سوالشون رو گرفته باشن. در فیسبوک برنامه دوست عزیزی از ملبورن سوالی را پرسیدند و درخواست کردند که در صورت امکان جواب ایشون رو بدین. ایشون از طریق پناهندگی به استرالیا اومدند و شنیدن که چون پناهنده هستن پدر و مادر ایشون برای ویزا نمیتونن اقدام بکنن و اگر اقدام بکنن ریجکت میشن و میخواستن از صحت و سقم این مطلب آگاهی پیدا کنن. بله، متاسفانه اینطور هست. جایی توی قوانین اعلام نشده که اگر کسی پناهنده هست و از طریق پناهندگی وارد استرالیا شده، اقوام درجه اولش و اقوامش نمیتونن ویزای توریستی بگیرن، ولی توی دستورالعمل‌های خود اداره مهاجرت هست، عیناً ذکر شده که به پرونده های متقاضیانی که اقوام درجه اولشون به صورت راههایی یا غیرقانونی وارد استرالیا شدن یا اینکه قانونی وارد استرالیا شدن درخواست پناهندگی دادن، با دیده شک نگاه میکنن، یه مقدار اصطلاحاً های ریسک اعلام میشه این پرونده ها و معمولاً نتیجه این میشه که آفیسر اداره مهاجرت رد میکنه پرونده رو. حالا احتمالاً دوست عزیز هم نمیدونم اگر که اقدام بکنن خدا نکرده پرونده رد بشه، چیزی هم اعلام نمیشه بهشون که این پرونده به چه دلیل رد شده، چون بحث خب مسائل امنیتی اون خانواده درجه اولی که توی استرالیا دارن هم مطرحه و اعلام نمی کنن که خب چون شما مثلا دخترتون پناهنده بوده ما شما رد کردیم، فقط خیلی ساده میگن که به خاطر اینکه دلیل کافی برای برگشت شما نداشتیم نمیتونیم پروندهتون رو قبول کنیم، یا یه دلیل دیگه میارن، ولی عموما دلیل اصلی همونه. بله، حالا اگر که بخوام یه مقدار بیشتر کمک کنم، شاید اگر نمیدونم پرمننت هستن و بتونن چند سال از زندگیشون در استرالیا گذشته باشه، در دو سال بتونن به صورت فامیلی اسپانسر اقدام کنن، یه مقدار شانس پروندهشون بالاتر میره. چون حالا اون روزم خدمتون عرض کردم توی برنامه قبلی که چون باند میگیره اداره مهاجرت، یه مقدار شانس پرونده شاید بالاتر بره. و حالا اگر هم خدا نکرده رد شد، باز همون داستان شانس رفتن به AAT براشون برقرار میشه. یعنی ممکنه مقدار این باند را هم بفرمایید حدودا چقدر هستش؟ بستگی داره. رو کیس هایی که من داشتم معمولا حد اکثر باند رو میخوان اگر بخوان ویزا رو بدن، یعنی هم 15,000 تا رو میخوان. آره، معمولا اینطور پیش میاد. آره، ممنون از پاسختون. خواهش میکنم. دوست عزیزمون آقای فرهاد حضوری به دفتر ما در سیدنی مراجعه کردن و سوالی داشتن که سوالشون برای بسیاری از دوستان دیگه هم مطرح بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم که این سوال را دوباره از شما بپرسم. ایشون به تازگی ازدواج کردن و درخواست ویزای پارتنر هم دادن برای همسرشون. بله بله. و الان در حال حاضر میخوان برای همسرشون درخواست ویزای توریستی هم بکنن.
به نظر شما چقدر شانس دارن برای گرفتن این ویزا؟ و ممنون میشم که توضیح بدین. خب ببینید، صحبت کردیم تو جلسه قبل، باید اعلام بشه به، یعنی آفیسر اداره مهاجرت قانع بشه که تصمیمی که برای ورود به استرالیا هستش با برگشت همراه خواهد بود و این فرد متقاضی حتما برمیگرده به کشور مبدأ. دو تا مسئله هست. یک، این خانم که میخوان تشریف بیارن سیدنی، مسلماً میخوان بیان پیش همسرشون، یک فرد خیلی عزیزی رو در استرالیا دارن که میخوان پیشش بمونن و این نشون میده که خب دوست دارن پیششون باشن. دو، ایشون برای ویزای پارتنر هم اقدام کردن و خیلی مشخص اعلام کردن که خب من میخوام استرالیا بمونم، یعنی میخوام بیام استرالیا باشم، یعنی توی یک پرونده دیگری مشخصا تصمیم خودشون رو برای بودن در استرالیا اعلام کردن. باز هم تک و توک مواردی داشتیم که این نوع ویزاها مورد قبول قرار گرفته، ولی اکثریت معمولا نظر آفیسر اینه که نمیدن این ویزا رو. حتی من در مورد یک پرونده که خیلی دوست داشتن اون دوست عزیزی که استرالیا بودن که همسرشون زودتر بیان ببیننشون، شخصا زنگ زدم با اداره مهاجرت، با سفارت استرالیا تو ایران بخش مهاجرت صحبت کردم، خیلی علنا به من گفتن که خب اگر خیلی دلشون تنگ شده برای همسرشون برگردن ایران، یه چند سباهی پیششون باشن. و خب من یه مقدار حق میدم به آفیسر، چون اگر که پرونده پارتنر، ویزای پارتنر هم خوب ارائه بکنن، حالا توضیح میدیم در موردمون، میشه زیر 6 ماه حتما تموم بشه و ایشالله دوستان به هم برسن. به طور کلی میگم من یه ذره شانس این قضیه رو کم میبینم، ولی چون موارد زیادی دیدم که رد شده متاسفانه. بسیار خوب، ممنون از پاسختون. به سوال دیگری میپردازیم از خانم ناهید از ایران. ایشون فهمودن که به تازگی ویزای اقامت دائمشون صادر شده و به همراه خانواده عازم استرالیا هستن. میخواستن بدونن در این سفر میتونن مادرشون رو هم همراهشون بیارن استرالیا؟ ایشون هنوز نرفتن استرالیا. هنوز استرالیا نرفتن، اقامت دائمشون رو دریافت کردن، بله. ایران هستن و بله. تصمیم دارن که تشریف بیارن استرالیا. تو ورود اولشون بله. میخوان با مادرشون برن. بله. داشتیم مورد اینجوری، انجام شده و میشه گرفت، یعنی مشکل قانونی نداره. فقط توی دعوتنامه‌ای که نوشته میشه حتما سعی بشه که دلایل قانع کننده ارائه بشه که آفیسر اداره مهاجرت قانع بشه. دیگه نمیتونم بگم من دلم تنگ شده برای مادرم، یا مثلا خیلی وقت هم دیگر ندیدیم، دارم با هم هنوز نرفتن که بخوان دلشون تنگ بشه. یه سری دلایل دیگه ای، مثلا دلایلی که جواب داده استفاده کردیم، اگر بچه داشته باشن، بحث چلنجای ورود اولیه به استرالیا، بحث روحی بچه ها، این که به مادر بزرگشون وابستن، دوست دارن مادر بزرگشون باشون باشه، میتونه خیلی کمک بکنه که نظر آفیسر برگرده. یا حالا اگه خودشون مجردن، تنها هستن، که البته فکر کنم فهمید با خانواده میخوان برن، شاید مثلا اگه مجردن باشن یه مقدار بحث تنهایی اولی و اینا رو بتونن روش کار بکنن، مثلا چون خانم هستن. اما عرض کنم خدمتتون که شدنیه، یعنی انجام دادیم این کیس رو و قابل انجامه و خیلی مشکل قانونی نداره. به هر حال ایشون اقامت دائم دارن، خانوادهشون رو میتونن دعوت کنن. به انتهای برنامه این هفتمون رسیدیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که به تماشای برنامه این هفته ما نشستین. ما منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا از طریق کانال‌های ارتباطی برنامه برای ما ارسال بکنید تا در جلسات آتی به سوالات شما پاسخ بدیم. از آقای آریان هم تشکر می‌کنیم که در این برنامه شرکت کردن. خواهش می‌کنم. برای بنده هم باعث افتخار بود. خیلی خوشحال شدم که تونستم مجدد در این برنامه شرکت کنم. امیدوارم اطلاعاتی که داده شد برای دوستان بیننده هم مفید فایده بوده باشه. تا برنامه بعد بدرود. شاد و خرم باشید. تا برنامه آینده بدرود.